تمرین ما یه مقدار پیشرفته تر شد. ما تا تمرین شماره 11 انگشت دست چپمون فقط یک نوت را فرا گرفت که تکرار کنه. در تمرین شماره 12 دست راست ما به همون صورت روی دور میفا سل قرار میگیره، ولی دست چپ هم نوت دو و هم نوت سل را با انگشت پنجم و اول میزنه. من دستم را قرار میدم، این نوت و این نوت توسط دست چپ اجرا خواهد شد و دست راست کامل اجرا میکنه. تمرین شماره 12 رو من میزنم. تمرین شماره 13 دقیقاً عکس تمرین شماره 12 است. البته در میزان ما قبل آخر یه تغییر متفاوتی با تمرین 12 داره. اجرا میکنم 13. تمرین شماره 14 بدون اینکه دست شما تغییر کنه تلفیقی از 12 و 13. اجرا میکنم. در اینجا باز در کتاب بیر پارسی بعد از اینکه تمرین 12، 13 و 14 عیناً آورده شده، یه قطعه کوچیک به نام نغمه ماهور اومده که در قطعه نغمه ماهور دقیقاً این حالات اجرا شده. من اون قطعه را نشون میدم که نوع تمرین این درس نشون داده بشه. در کتاب بیر پارسی دقیقا درس 12 با شماره 2، 13 با شماره 3 و 14 با شماره 4 مشخص شده. آهنگ نغمه ماهور اون حالت آکورد دو سل دو سل دو سل را برای ما نوشته و بعد از اون سه تا تمرین شما میتونید این آهنگم بزنید. آهنگش هم به این صورت هست. من یه قسمت کوتاهشو میزنم و انشاءالله وقتی شما کتاب تهیه کنید میتونید تمام این قطعات از روش بزنید. اجرا کردم. بعد از اون به تمرین شماره 15 کتاب بیر میرسیم. دست را در حالتی که در تمرین شماره 14 به ما حالت شده داده، یعنی هر دو دست روی نوتای دوره میفا سول قرار میدیم و تمرین رو اجرا میکنیم. نکته اینجا هست که من باید تذکر بدم و دوباره دست رو براتون بزنم. این نقطه ای که زیر نوت های سل قرار داره، نقطه اگر در زیر نوت قرار گرفت نوت را کوتاه میکنه، باید نوت مقطع اجرا بشه. یعنی شما باید هر یک از این سیاه ها رو به اندازه یک چنگ اجرا کنید و پشت سرش به اندازه یک چنگ سکوت کنید. ولی در اجرا
بهتر از اینکه بخوان حساب چنگ رو بکنید اینه که این نوت‌ها رو کوتاه و مقطع زود قطعش بکنید. اجرا میکنم، دقت کنید به این قسمت. شماره 15 تمرین شماره 16 را اجرا میکنیم. تمرین 16 دو چهارم هست، دست در همون وضعیت، منتها توجه باید بشه به حالت نوت ها. شما در اینجا دو نوت را تجربه کردید ولی در درس شماره 15 نوت های دیگه ای هم به کار رفت. در تمرین 16 دست شما هر 5 تا نوت دست چپ رو کار خواهد کرد. دقت کنید، من سرعت خیلی کم میزنم که بتونید کاملا بشنوید.